خانم آقایان، سهیل توکلی طراح، نقاش، آرشیتکت، فیلمساز و نویسنده. میریم با آگهی تجارتی و انشالله اون فیلم سیزده بدر هم آماده شده. بعد از آگهی ها و اخبار اون رو میبینیم و بعد برمیگردیم با سهیل. درد دلهایی بسیار دارم. خواهش میکنم. از ادب مجددی دارم. دایدایا وقت جنگه پیامی بودش که نقاشی ها و کلیپ سیزده بدر سهیل توکلی میداد. سهیل، در این نقاشی هایی که میکنی صورت نیست، ولی فرم ها فرم های اقوام مختلف ایرانی است. در این کار در این نقاشی اولا توی این نقاشی، این نقاشی رو قبل از سیزده بدر من برای سیزدهم فروردین آماده کردم. چون می دیدم توی اینترنت همه از سبز گره زدن حرف زدن و ما هنوز اون وحدت کامل رو نداریم. خیلی جالبه، ما از طرف دنبال وحدت می گردیم، ولی به رسومات اون که می رسیم که پر از معانی تاریخی هستن و می خواهد اصلا پیامی داره، ما یاد اونا می افتیم. من گفتم که بیام یه نقاشی بکشم. ایدهش از اینجا اومد که یه نقاشی بکشم که بتونم این نقاشی این پیامو داشته باشه که به جای اینکه سبز گره بزنیم بیایم دستامونو به هم گره بزنیم، یک پارچه بشه. این بود که هر دونه این سبزه ها رو یکی از اقوام ایرانی گذاشتم. حتی خودم هم توش هستم.
که حالا بعضی از این دونه ها بیرون هم اومدن، یعنی اشکالی هم نداره خیلی. این اون وقت وقتی دوربین میاد عقب میبینیم که این اتحادی که پرچم ایران هم جلوش هست، این یه سبزه است روی کاپوت یه ماشین، روی صندوق یه ماشین که داره حرکت میکنه، که خود موو حرکت کردنه. این ایده که اومد، من نقاشی رو شروع کردم 3 روز قبل از 13 بود و که ویدیوشو ساختم و گذاشتم شما. استعاره هات بی نظیره، یعنی حرفش که داری میزنی منو داری تکون میدی، یعنی این دیدگاهت که اقوام مختلف هر کدوم به صورت یک سبزه، روی سیزه به در در میان و بعد دورشون هم پرچم ایران کشیده شده و بعد اینا همه دست شد، بی نظیره. که ببینید، نقاشی برای من مثلا در یک همچین شرایطی، یک هنر فقط نیست، نقاشی یک ابزاره. مثلا هنر ابزاره، به زمانی که درست به کار گرفته میشه خاصیت داره. زمانی که به نظر من همیشه برای همه نقاش ها احترام قائلم، برای همه هنرمند، ولی به عقیده من نقاشی که به زمان ربط نداشته باشه و از زمان خارج باشه بی خاصیته. من سعی کردم که توی مسیر نقاشی هم حتی این پیام هم داشته باشم، چون ما در تاریخمون به نقاشی جور دیگه نگاه میکنیم که نقاشی میتونه مهم باشه، میتونه کمک بکنه، میتونه تاثیرگذار باشه. و همه ویدیوهایی که من ساختم ویدیوهایی بود که برای 22 بهمن درست کردم، اونم باز وحدت بود. یعنی که خب ناراحت کننده از شما به عنوان یک شخص، میبینید همه یک خواسته مشترک دارن، میخوان کشورشون رو، هیچ کس هم جنگ نمیخواد، همه میخوان کشورشون رو به آرامی پس بگیرن و بسازنش، ولی حاضر نیستن با هم متحد بشن. خب چرا؟ یعنی که هر کسی حرف خودش رو میزنه، یعنی که هیچ کس حاضر نیستش که گوش کنه. شرایط زمان و مکان هم ممکنه که در این هر کسی حرف خودش رو بزنه مؤثر باشه، یا عدم همکاری، یعنی موقعیت آدم ها. من فکر میکنم که نمیشه خورده گرفت، البته چون ریشه های فرهنگی داره، این تراشه های فرهنگی رو ریشه همون خورده، ما باید اصلاح کنیم. و این فرصت، این جنبش، این حرکت که در واقع این جنبش تازه نیست، این جنبش قدیمیه، اسمش عوض میشه، این یه فرصتیه برای اینکه ما واقعا اینو یاد بگیریم. تا زمانی که ما اینو یاد نگیریم به نظر من این اتفاق نمیفته. من از عماد خواهش میکنم که تو عکس ها، همینطور ما صحبت هایی که داریم میکنیم، حالا من بخوام یه جایی برم که عکس هایی پیدا میشه که هستش که میخوره به صحبت اون، اگه تونست انتخاب بکنه ونیشه. یکی از مسائلی رو که من فکر میکنم باید بهش اشاره بکنیم، گرفتاری است که جوان های ایرانی دارن، گرفتاری که در جوامع دیگه وقتی خواستن حذفش بکنن، از بین ببرنش، گفتن یا تراب رو میذاری کنار یا کشته میشی. یعنی در اون حد. آیا این مسئله تو در نقاشیات دیدم بود؟ بله. من از بعد از همون در واقع فروردین دیدم که در فیسبوک خیلی محیط خوبی بود برای این شناسه تست روانی. هر کدوم ما داریم اونجا همدیگر رو میبینیم. به نظر من جامعه ما رو رفت به یک دیپریشن، به یک افسردگی. من این رو حس کردم. جای افسردگی از توقع میاد، یعنی من توقع دارم مثلا کشورم آزاد بشه. خب توقع داری، اول از همه بایستی خودت به عنوان یک شخص، یعنی من خودم رو مثال میزنم، من عاشق ایرانم، مثلا نمیتونم حتی اینو بگم، یعنی گفتنش هم برام دشواره. سرزمین من، اصلا کلمه سرزمین وقتی به دهن من میشینه یه مزه دیگه ای داره. من یه جایی رسیدم گفتم من ایرانم رو به آزادیش میدم، یعنی من دیگه نمیرم ایران، ولی به ایران آزاد بشه. حالا اگه ایران آزاد نشد دیگه من مسئول نیستم، من وظیفه داشتم به عنوان یک شخص خودم رو اوریان کنم به این جریان. یعنی آنچه که در دلم، با هیچ کسی هم هیچ گفتگوی سیاسی، مثلا سیاست مدار نیستم، مطمئنم اگه ایرانم آزاد بشه فید آوت میشم، نیستم دوباره، میرم دنبال کار معماری، ساخت و سازم، برمیگردم میرم تو کبیر ایران، خیلی دوست دارم معماری های خاک بکنم. ولی خب این که ما به یه جایی برسیم و به مرحله برسیم و خودمون رو نخواهیم از این که همسایه بیاد، نگیم همسایه داره میره، پسرم بشین، دخترم بشین،
جات امن باشه، ایران داره آزاد میشه. خب همه همینو گفتن و ایران اینطوری شد. من فکر میکنم من این جریانات که بود، من چون ایران بزرگ شدم، وقتی دیدم که چرا این جنبشی که با قدرت رأی دزدیدن، مردم اینطوری کردن، چطور شد که به ما تجاوز شد، گرفته ساقط شدیم؟ مثل اینکه یه سیلی بخوریم حمله کنیم، سیلی دومو که بخوریم ساکت بشیم. این ریاکشن یا این واکنش یه جایی میاد. من به عنوان یه کسی که ایران بزرگ شدم، فلش بک زدم، ببخشید، رفتم به گذشته و مرور کردم گذشته رو که چه اتفاقی داره میفته، چی شد. من یه رفعه یادش میفته چقدر ما نقاط خالی داریم. این بود که من مجموعه رو با توی فیسبوک هم گذاشتم به مسابقه که اسم این مجموعه رو به من کمک کنن. نهایتا نیمه خالی انتخاب شد براش که ما بیایم از این به بعد به جای اینکه نقاشی بکشیم با پرچمای سبز و پیروزی و ایجاد شوق و امید، حالا بیایم برسیم به خودمون، رو شفاف رو بازی کنیم با هم. در واقع من نیمه خالی رو شروع کردم و اولین قسمتش هم اعتیاد بود. چون شما ببینید درصد بالایی از جمعیت جوانای ایران آلوده به اعتیادن. نمیخوام مثلا این چیزی نیست که بخوام قایمش کنم. من از دانشگاه بسیار خوبی از ایران اومدم، دانشگاه شهید بهشتی. این دانشگاه من میدونم بچه ها بسیار انتشار دارن. این دانشگاه محیط دانشگاهی ما چه انتظاری از کسایی داریم که خب این کسی که تو قرده تو اعتیاده چطوری میتونه آزادی خواه باشه؟ آخه کسی که اسیره چطوری میتونه آزادی خواه باشه؟ خب ببینید یه چیزی تو جامعه ما مثل یه میکروب در طول این سالها، نمیدونم چند سال، شاید خیلی سالها، ولی من تا از موقعی که یاد دارم تلویزیونی که از بچگی، تلویزیون ما هیچ وقت چیز خوب نشون نمیداده. قبل از انقلابش هم من چیز جالبی نمیدیدم. وقتی که میریم فلش بک میزنیم ببینیم چرا، البته یه فیلمایی ساخته شد، فیلمایی که آغازگر سینمای نوین ما بود، ولی خب این بعد از انقلاب هم بود، به خاطر زائقه ایرانیه که همیشه از هر سوراخی از این شکوفه از دای سنگ میزنه بیرون بالاخره. ولی کجا بودم؟ داشتی راجبه اعتیاد صحبت میکردی که چگونه جلوگیری کرده؟ بله، این که همون حرف کلی اینه که ما اول باید تک تکمون تمرین کنیم آزاد شدن. باور کنید اصلا وقتی که ما این آزاد شدیم، وقتی که تونستیم غلبه کنیم به این میکروب تزریق شده به جامعهمون و یکی یکمون فقط خودمون بیدار شدیم، نپرسیم که همسایه اول بشه یا من خودم، برای اینکه جشنه آقای اخوان، من از روزی که پرده ها رو دریدم و وارد عرصه شدم، اتفاقا جالبش هم اینجاست که سیاسی نیستم، نمیخوام باشم چون بلد نیستم، سیاست مدار نیستم، من آزاد شدم و این آزادی رو جشن میگیرم. میدونین؟ نمیخوام زیاد توضیح بدم. نه من دارم لذت میبرم. بگو. بعد دلم میخواد واقعا با نقاشی ها، دلم میخواست اینو به همه بگم که چه اتفاق بزرگی داره میفته. یعنی که من از کودکی آرزو داشتم که یه روزی مردم توی خیابون هر چی دوست داره بپوشه، همه همدیگر رو هموطن بدونیم و جشن بگیریم و سرزمینمون رو با جشن لاله‌زار بشود. دلم میخواست صدای از مساجد ما، صدای یک اذانی بیاد که اون اذان توش بوی شادی بده. این آرزوی من بوده. بعد تو نقاشی هم اینا هستن. تو نقاشی من یه مسجدی هست که منجوق و مروارید دوزی شده. میدونین؟ صدای اذانش موسیقیه. موسیقی شادیه. یعنی خب وقتی که همچه اتفاقی میفته، من هر آنچه دارم مسلح میذارم وسط و دلم میخواست با نقاشی ها به همه بگم بچه ها بیدار شیم، نه برای اینکه ایران آزاد کنیم، برای اینکه اول خودمون آزاد کنیم و جشن بگیریم، چون بسیار زیباست این جشن. احساست بی نظیره. کاشکی 90% جوانای ما، حتی اونایی که گرفتار هستن، اینجور فکر بکنن.